درست میگن، وقتی اون تو زندگی جایی نداره پس چرا به زور اینجا نگهش داشتی؟ داره تهدید میکنه که میره دادگاه، میخواد به خاطر ازدواج ما شکایت کنه، واسه گرفتن ارث و میراث تهدیدمون میکنه. اون وقت تو هنوزم داری فکر میکنی شاهمیر؟ شاهمیر خودش اومد، طلاقش بده. بذار بره ازمون شکایت کنه، ما هم اینجا دست بسته منتظر نشستیم. برو ارثتو پس بگیر دختر جون، منو تهدید میکنه. عجب، هنوزم یه ذره شرم داری، تو چشمام نگاه نمی کنی. تو طلاق میخوای؟ این تنها چیزیه که اگه ازت بخوام فوری به هم میدیش، مگه نه؟ دروغ میگم؟ تو نمیتونی این حرفای تلخ خود تموم کنی؟ بس دیگه، نکنه توقع داری که حرفای عاشقانه بزنم؟ تو لیاقت شنیدن اون حرفارم نداشتی. آزرا همه خانواده از رفتارت خسته شده، همه میخوان آرامش داشته باشن، همین. واسه همین میخوای منو طلاق بدی؟ باشه، به مادر و خواهرات بگو که طلاهای منو پس بدن، تا موقعی که خونه فروش بره من اینجا میمونم. وقتی که فروختیش سهممو میگیرم و از اینجا میرم. اوه، پس برو اونم از دادگاه بگیر، ما که بهت نمیدیم. تصمیم آخر قاضی میگیره خانم. چیو نگاه میکنی شاهمیر؟ دستشو بگیر و از این خونه بندازش بیرون، واسه من ادعای ارث و میراث میکنه. چطوری بندازه بیرون؟ منم تو این خونه مثل شما سهم دارم. برو حقتو از دادگاهت بگیر، ما دیگه نمیذاریم اینجا بمونی. وقتی برگه دادگاه آوردی اون وقت بیا اینجا زندگی کن. ببینم شاهمیر، معلومه چت شده؟ طلاقش بده و راحتمون کن. تو چرا ساکتی؟ تو هم یه چیزی بگو، ازم خجالت میکشی؟ لازم نیست من چیزی بگم، رفتار و گفتار خودت همه چیو میگه. داداش شاهمیر، طلاقش بده تمومش کن دیگه، خودتو از این نونخور اضافی راحت میکنی. تو ساکت باش. پس میخوای بری دادگاه؟ طلاقم بدی میرم دادگاه، نفقه هم ندی میرم دادگاه. و فکر میکنی با دادگاه رفتم میتونی دوباره دلمو به دست بیاری؟ آره؟ باور کن اگه دادگاهی بود که حکم عدالت در محبت رو میداد، حکمی که برای تو صادر میشد حداقلش مرگ بود. ولی الان محبت تو نمیخوام، این دفعه حقمو میخوام. اگه مردی لااقل این جنگو با شرافت ببر. به مامان و خواهرات بگو طلاهامو پس بدن که بتونم خرج خودمو بدم. تو چقدر پول میخوای؟ چی شده شامیر؟ چی میگی؟ من با آزرا حرف میزنم. بگو چقدر میخوای عزرا؟ سه وعده غذای بیمنت میخوام و 10,000 تا خرجی.
بگیر. آروم مواظب باش. شاه میر یه لحظه تو اینجا وایسا باشه. آزرا حال مونا خوب نیست، میتونی با هم بیای لطفا؟ کس دیگه حاضر نیست با همون بیاد بیمارستان. دیوونه شدی شاه میر؟ نکنه میخوای منو بکشتن بدی؟ دیدی لطفا با من بیا، من تنهام، نمیدونم چی کار باید بکنم. آخ وسایل بچه رو فراموش کردم، میشه لطفا بیاریش؟ نه محبت شوهر، نه دلگرمی بچه.